آیا زندگی برای یک مهاجر در آمریکا بهتر است یا در آلمان؟ شاید بسیاری‌ها فکر کنن که زندگی در آلمان آسان‌تر است به خاطر کمک‌های اجتماعی، به خاطر امنیت شغلی و به خاطر آموزش‌های رایگان. اما شاید این تصویر کامل یک جامعه نباشد. مثلا در آلمان موضوعاتی مثل ورق‌بازی‌های پیچیده و زمان‌بر، همچنین زبان بسیار مشکل، شرایط ادغام را بسیار سخت کرده است. از طرف دیگر، هزینه‌های بالای زندگی در آمریکا، عدم حمایت اجتماعی و بیمه درمانی گران قیمت، سختی‌های زندگی در آمریکا هستند. خیلی اروپا وحشتناک‌تره. یعنی مثلا خودم و کسایی که از نزدیک دیدم. این حسن فاضلی است، یک فیلمساز و هنرمند از افغانستان که تجربه زندگی در هر دو کشور را دارد. من تقریبا 7 سال اروپا زندگی کردم. به این 7 سال کشور از کشور شرقی اروپایی هم آمدم. هر کشور ممکن 1 سال 6 ماه 3 ماه در کشور مختلف مثل بلغاریا، سربیا، مجارستان جا بودم، بعضی جا زندان بودم، بعضی جا مثلا آزاد بودم. تا اینکه آلمان رسیدم تقریبا 5 سال ما آلمان زندگی کردیم. بعد الان 2 سالم هست که 2 سال و چند ماه هست که آمریکا زندگی کردم. کات من فیلم ساز شدم. کات من فیلم درباره یکی از قماندانای طالبان ساختم. بعد از نشر فیلم مشکلات با طالبان. کات فرار به یک کوهستان. تفاوتی که من در 2 ساله دیدم در آمریکا طبق زندگی حدودا 5-6 سالم در اروپا اینه که اروپا یک حسی به آدم میده. این حس از کارمندای دولت آدم میگیره، از کسایی که زودتر آمدن، حتی مهاجرینی که زودتر از دیگه مهاجرین آمدن و حتی کسایی که خودشان نیتیو میدانن، اصیل تر میدانن، مثلا آلمانی تر از بقیه میدانن یا اروپایی تر از بقیه میدانن. یک مهاجر تازه وارد این حس میگیره که اینجا کشورتون نیست و نخواهد بود و این خیلی نگاهی بالا به پایین، نگاهی که تو از اینجا نیستی، این واقعا مهاجرین آزار میده. همین حس در آمریکا من ندیدم در 2 ساله. هزینه های مسکن در آلمان حدود 44% ارزان تر از آمریکا است. این در حالی است که هزینه های حمل و نقل در آمریکا تقریبا 30% کمتر از آلمان است. از طرف دیگر 32% از مردم آلمان از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند، در حالی که در آمریکا داشتن یک خودروی شخصی ضروری است. آلمانی ها به طور میانگین 20 تا 30 روز مرخصی سالانه با حقوق دارند، اما در آمریکا این عدد فقط 11 روز است. یکی دیگه از جالبیای آلمانی است که آب و هواش همیشه آدم سورپرایز میکنه. حالی هم هفته و از هم باران میباره. تو گفته معروف هفته و باران نکشیده. یک کلمه که در آلمان خیلی استفاده میشه از همون شروعی که وارد آلمان میشیم ادغام است و این همیشه ما هر روز میشنویم. میره این تفاوتش برای شما که حالی در آمریکا زندگی میکنین به نظرتون چقدر چی است؟ دو طرف یک چیده، دو طرف یک سکه است. اصلا این آمریکا در برعکس شد. قرار نیست تو ادغام شه بوجه. تو یه جامعه خودت داری. افغانی خودت پیدا کن یا فارسی زبان خودت پیدا کن. عربای خودشان پیدا کردن، ایتالیایی یا ایتالیایی خودشان پیدا کردن. یعنی آمریکا هم رقمیه، متشکل از جوامع مختلفه. هر کسی که بیاد وارد جمع و جماعت خودش میشه. بس آمریکا یک فرهنگ نداره که مثلا اون فرهنگ بگه تو باید مثل ما باشه، بلکه برعکس میگه تو نباید مثل ما باشه، تو باید متفاوت باشی. تفاوت ها یعنی آمریکا. یعنی همین حس خیلی خوبی به آدم میده. به هر حال فاکتورهای مختلفی برای انتخاب آدم ها وجود دارد. یکی موضوع بیمه و امنیت شغلی برایش مهم است، ولی دیگری شرایط سرد یک جامعه و انزوا دلیل تصمیم گیری او می شود. اما برای شما چه چیزی مهم است؟ اگر شما هم امکان انتخاب را داشتید کدام را انتخاب می کردید؟ آمریکا یا آلمان؟
دو دقیقه پیش آفتاب بود. دوباره باران تگرگ. خیلی سنو.